25 نوامبر روز جهانی من خشونت علیه زنان این روز پس از سال 1981 به این سو عنوان روز جهانی من خشونت علیه زنان انتخاب شد هرچند بعد از 14 سال تغییرات زیادی در زندگی زنان به وجود آمده اما هنوز هم سنگسار و خشونت علیه زنان یکی از مواردی است که زنان افغانستان همه روزه آن را تجربه می کنند از آغاز ایجاد حکومت دموکراتیک در افغانستان نهادهای متعدد برای دفاع از حقوق زنان ایجاد شد که تا حدود مشکلات زنان را برطرف ساختند اما با باور بعضی ها کار این نهادها تا هنوز هم خیلی ملموس و محسوس نیست اما وضعیت کنونی زنان در افغانستان چگونه است و برای بهبود وضعیت زندگی زنان چه کارهای موثر صورت گرفته است و چگونه می شود فرهنگ خشونت علیه زنان را ریشکن ساخت فردین امینی هستم میزبان امشب آماج مهمانان من در بحث حاضر بانو نیلوفر ابراهیمی عضو مجلس نمایندگان بانو همیرا ساقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و بانو شاجان یزدان پرست مشاور ارشد وزیر امور زنان هستند مهمان عزیز بسیار زیاد خوش آمدید شوش. بانو ابراهیمی با شما آغاز می وضعیت فعلی زنان افغانستان چگونه است پس از گذشت چهارده سال و کمک های متعددی برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان بنام خدای عدالت و آزادی عرض سلام خدمت شما میمونای در میز و بیننده های تلویزیون خب فکر می‌کنم که اگر ما همگانی صحبت کنیم در تای سیزده سال و معمولاً اصلاح از جای آغاز میشه که متوجه به با اشتباه باشیم یعنی ما در صورت دستاوردهای خودم خود میتونیم که مثبت تلقی کنیم و بگوییم که تغییر در زندگی زن افغان آمده که ما به اشتباهات خود اعتراف کنیم و او اشتباهات ما را اولویت بندی بهش کنیم اگر ما بسیار کوتاه بگوییم که 13 سال کارای صورت گرفته و جربخه تکرار کونیم چون نمایش در بحثاو در میزاو تکرار شده کی چی کاره ای صورت کاز جمله امروز حضور ما در همین میز از همین جګر اقواز کونیم نموینگر د دستاورد 13 سال است حضور ما در خانه ملت در جامع مدنی و هم سال از اون اما نقد عمده کیاز ما باید ااوت پټ ان پټ مقایسه کنيم به اصطلاح تی بي براتان گفتم اون چی کی ما در 13 سال به دست آورده بودیم به نام زن و آنچه که ما به جامعه تقدیم کردیم بر تناسب با چیزی که به دست آوردیم آیا توازن دارد یا ندارد یا آیا در فیصدی متناسب قرار دارد یا ندارد که متاسفانه ندارد آنچه که باید بر زن افغان میشد از آدرس و پول های که به افغانستان آمد صورت نگرفتم خب ما البته باشی نرفتم که دانه دانه پارلمان بگیم و همسال از اونا را بگیم که امروز ما زیاد ها داریم که اگر بسیار به جزیات برم شاید وقت برنامه کافی نباشه به این خاطر مو کار هاي کردیم اما اون چې په نام ځن حاصل شاده بود په افغانستان درته 13 سال اوچی صورت نګرفته ځنه ما اگر ژوندیشه از جامعه شهری او شراهی کلان سره کې غیر تعریف پاتیم یو سلسله تغیرات او د اساوردای دیده میشه اما ما اگر بريم په قره او قصبات او ولایات دوردست او کوهستانات زندگی زن افغانه ببینیم ما به عنوان نماینده مردم که ادهقل از امو حوزی که نمایندگی میکنم زره زره معلومات دارم در مورد زندگی زنان در خانواده هایشان که یک زن زندگی عادی خانوادگیش نه نمیتونه حقوق خود تعریف داشته باشه خب مشکل به نظر شما در کجا بود که حقوقشان ایجاد نشد و به حقوقشان رسیدگی نشد خب من فکر میکنم که مشکل عمده در است که ما به ما کارهای پروژهی بسیار خوب را انجام دادیم کی یک تا د زنره باندې واني یک زنه کومې دیدم کې یک زنه از شهر کابل با یک د سکاول در شانه او در ربه درې کوه مېګشتو برای آگاہی برای بعض مسایل دیګي کې به ارتباط یک پروژه مېدو شن او مبردن تطبیق میکردن نمیتونم به انصافی کوم هم را منتفی وګم نو نفی کوم او نقد کوم اما کار بنیادی بر زن افغانستان صورت نګرفته کار پروژې کار نهست کبه ته زندگی زن افغانه تغیر بده مثلا ما هم دیم ست اوګاهي زن بلند وردم کې خشونت درمقابل تویس وې حقوق توز وې مسایلې کې ته باید درمقابلش مقامت کني استدګي کني همزمان به ما فراموش کردیم کې فسادې بیسواد درافغانستان بین زن و مرد مساویز و نو زن کې بیسواده ست اوګاهي داره اوګاهي نداره همزمان مرد از و بیسواد است مرد او هم آگاهی نداره ولی ما چی کردیم ما صد آگاهی زن بلند بردیم تا جایی که از توان ما پوره بوده ولی صد آگاهی مرد که در خانواده بوده پایین بوده یکی از برنامه های ناکام که از دید ما است که ما نتانستیم واقعا حقوق زن برای جامعه تعریف درست بتیم ایست که ما در یک توازن پیش نرفتیم در آگاهی دهی دقل دقل ما باید آگاهی دیره به مرد و زن به خانواده تعریف میکردیم نه به نام زن و لهون چې په عنوانه ووينه نو باندې مردوم و په عنوانه یو ځنه حسن کبرما ای ارجيات داره و په عنوانه یو انسان ناراحتي کې دا نوم ایست چې ما ناتونې سم درته 13 سال ژوندۍ ځنه زن افغان په و قسمه باید شایده تغییر به تیم و کارای بنیادی او زیربنایی کې اقتصاد ځنه افغانه تغییر بیاره ناتونې سم کې به رسیدګي سرتیا بونو صاحب واقعا شما په عنوانه یکی از نهادهای مدافع حقوق ځن چرا نشد که حقوق زنان مطابق با حکومک ها کاری صورت بگیره؟ بارزده و سلام خدمت شما بینندگان گرامی و همچنان مهمانان حال قدر البته بررسی وضعیت زنان در جامعه مثل افغانستان که حداقل چهار ده جنگ را پشت سر گذارانیده نیازمند یک تحقیق عمیق و بررسی های همهجانبه هست ای درست است که ما توقعی را که میخوایم داشته باشیم که حتما در, در زندگی زن افغانستان تغییری بیایه ای, ای تا حدودی درست است اما بایم بگراند جامعه خود را بررسی بکنیم به معنای واقعی جامعه را بررسی بکنیم که ما از کدام جامعه میایم از کدام بگراند میایم و چقدر نیاز داریم که ما بر چونی برای چنین جامعه ما یک برنامه درستی داشته باشیم در کنار از ای که ای بحث با خانم ابراهیمی کاملا موافق هستم با توجه به حجم کمک هایی که صورت گرفت نه تنها در عرصه زنان که در تمامی عرصه ها هیچ گونه کار مؤثر و مفیدی بر در کل جامعه افغانستان صورت نگرفت نه تنها در مورد مسائل زنان ای که بماند که چگونه فساد اداری مانع ازی شده که ما نتانیم کارهای بنیادی و نخواهیم کارهای بنیادی را در جامعه مثل افغانستان داشته باشیم یک بحث علاید است شما شاهد مکاتب خیالی که چند وقت پیش سیگار مسئله را روشن کرد شفاخانه های خیالی و همچنان نیروهای امنیتی خیالی یقین اگر بررسی شوند نهادهای خیالی هم بودن که کارگاه های آموزشی خیالی برگزار کردن با وجود اینی این با ای مشکلات به ای ای این که متاسفانه نهادها چقدر موفق مسائل زنان به صورت جدی نه سوی دولت و نه سوی نهادهای که کار میکنن به صورت جدی پرداخته شده. اما موفقیت های بسیار خوبی هم داشتیم که نباید چشم پوشی بکنیم حضور وزارتی به نام وزارت امور زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا از بررسی کارکردها جدا از او بحث حضور نهادهای زنان که نهادهای مردانی هم که برای زنان کار میکنن قانون من خشونت اگر چه تصویب نشد اما مریول اجرا هست پالیسی آزار ازیت جنسی و همچنان شنیدن مردم از زن و حرف زدن برای زن این خودش در طول 15 سال در چنین جامعه ای که ما از یک جامعه وحشتناک جنگ زده بیرون میاییم ما فکر می کنم یک دستاورد کلان هست که نباید نادیده بگیریم یک سیر شتابالودی را ما آه آه در مورد مسائل زنان پشت سر گذرانیدیم هر حرکت اجتماعی هر فعالیت اجتماعی اهستگی پیش میره و نیازمند زمان هست اما فعالان حقوق زن در جامعه افغانستان کنشگران حوزه زنان ما فکر میکنم با توجه به حجم خشونتی که خشونت ساختاری و تفکری که در درون جامعه نهفته هست ما فکر میکنم موفقیت موفق بوده بانو ابراهیمی گفتند که بیشتر کارها در مراکز صورت گرفته اما کسانی که در اطراف زندگی میکنن واقعا برشان از لحاظ حقوقشان و فعالیت هایی که در مرکز صورت گرفته بر از اونا هیچ فایده نداشته واقعا این ای ها فقط در مراکز بوده یکی از نقد هایی که میشه بر نحوه برنامه ریزی فعالیت ها داشت در کلان شهرها واقعا برنامه ها بیشتر بر خانم ها صورت گرفته در کلان شهرها و در قرا و قصبات به پیمانه کمتر بوده نمیتونیم نفیه بکنیم که نبوده بوده و نیازمند از این بوده این به این شکل نبوده که مثلا مردمی که در کابل زندگی میکنن همگی دارای آگاهی بلند هستن مردمی که در کلان شهرها زندگی میکنن همگی در مورد مسائل زنان آگاهی دارن در طول 14 سال به چون این آگاهی های ما دست پیدا کردیم گرچه بوده در سالهای گذشته ما نفی نمی کنیم تمام مبارزین زنی که در سالهای گذشته برای زنان کار کردن ما به فعالیت های از اینا به دیده قدر نگاه می کنیم اما به این که در 14 سال کار شده کار نشده بود و باز هم برمی گردم به مبحث بحث گذشته خود که هر تغییر اجتماعی نیازمند زمان هست یقینا که اشتباهات خود را جامعه افغانستان داشته در تمامی مسائل مخصوصا در مسائل زنان اما ما فکر میکنم با توجه اگر فیصدی بگیریم با توجه به مسائلی که در گذشته داشتیم با توجه به مسئله امنیت مسائل زنان خوب پیشرفت کرده با, با توجه به مسائل معرف مسائل زنان خوب پیشرفت کرده و با توجه به دیگه مسائل فساد اداری که در درون جامعه است ما فکر میکنم مسائل زن ها امروز پیشرفت نسبتا خوبی با توجه به مسائلی که نام بردم داشته است ممنون از شما آن پرست مشخصا وزارت امور زنان برای بهبود وضعیت زندگی زنان چقدر کارهای مؤثر انجام داده و واقعا راضی هستین از این فعالیت که برای زنان افغان انجام دادین؟ بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام هدب دارم خدمت شما میمانان سمجد. گرامی و همچنان بریندگان محترم تلویزیونی یک قسمی که شما میدونین و همه هموطنان در جریان است وزارت امور زنان البته فعالیت های چشمگیری در عرصه های سیاسی سی اقتصادی اجتماعی و تعلیمی و تحصیلی داشته و که ما حال در آستانه 25 نومبر یعنی روز ما به خشونت قرار داریم که برنامه بسیار زیاد خوبی هم در مرکز و در 34 ولایت داشتیم که هست جمله کامپاین 16 روز است به خاطر کاهش خشونت کی تبلیغات البته هم برای زنان و هم برای مردان است قبلا شما قسمی که هاگایی دارین تقریبا اگر ما نظر بندازیم به 14 سال پیش هیچ نوع برنامه برای رشد رشد خانما و همچنان در قسمت ارتقای ظرفیت اقتصادیشان در قسمت ارتقای ظرفیت آموزششان برنامه وجود نداشت خود هیجاد ریاست های مرزنان در سی چار ولایت یک تغییرات بسیار بزرگی در قسمت وضعیت زنان است قبلا اگر خانمی دو چار مشکل میشد به خصوص اگر مورد خشونت قرار می گرفت کدام مرجی نبود که مثلا بر قضایای از اینا رسیدگی کنه اکثرا شما میفهمین که در ارگان ادلی و قضایی تمام تعداد زیاد کارمندانشان همه‌شان در قبلا مردا بوده که زنان نمیتونستن اما مشکلاتشان راز دلشان مثلا خشونت کنوا دیده بودن ایده بر قاضی در ارگان های عدلی و قضایی مطرح بسادن اما حال ما در سی و چار ولایت سی و چار ریاست داریم که در اونجا مدیرای حقوق هستن که همهشان خانم هستن و همچنان وکلای مدافع هستن که اینا کار میکنن بخصوص در قسمت کاهش خشونت قضایی ها میگیرن و این قضایا را با ارگانهای عدلی و قضایی البته در قسمت پلیس جرات مراحل از اینا همکاری میکنن که در قسمت کاهش خشونت و همچنان در قسمت رسیدگی و قضایایی که خانمایی که مورد خشونت قرار میگیرن ماسر بوده و همچنان در قسمت هزی ما در پالوی ارگانهای عدلی قضایی یا در دا داخل خود ارگانهای ادلی و قضایی ما برنامه‌ای داشتیم به خصوص سارنوالی اختصاصی من خشونت قبلا در چوکات سارنوالی نبود و اما ما حالا در ولایات سارنوالی خصوصی مناخشونت داریم که مختص برای قضایی خشونت علیه زنان زنان هستند و همچنان در قسمت کمیسونا ها. کمیسونای من خشونت ها داریم که این کمیسونا در هم در مرکز و همچنان در ولایات تحت ریاست ولی امو ولایت است در هر ماهی جلسات یک بار صورت میگیره البته قضایی که مطرح میشه یا بس میشه راجی میشه به ارگانه قضایی یا به خود ریاست امور زنان راجع میشه که معانا سر از بس صورت میگیره و به قسم جدی پیگیری میشه و همچنان قبلا شما آگاهی دارین خانمایی که دچار مشکلات میشدن یا متضرر از خشونت میبودن هیچ جایی وجود نداشت که پناه بیارن اکثرا به نظارت خانایی که در قماندانی های امنیه میبوده اونجا میرفتن اونجا تمام کارمندایش مردا بودن اما حال وزارت امور زنان به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی مراکز حمایتی رو ایجاد کرده که این هم معصر است و حمایت میکنه خانم با وجود این همه فعالیت های موثری که گفته شما صورت گرفته در داخل شهر کابل یک بنو لطوکوب میشه با آتش کشیده میشه و کس دیگری در یک گوشه افغانستان سنگسار میشه و به فجیه ترین شکل از بین میره واقعا این دستاوردها موثر بوده که این چیزها را ما مشاهده میکنیم خب یک جامعه که تقریبا در طول سالهای متمادی جنگ دیده می باشه و جنگ می باشه در جامعه و افغانستان نه تنها دیو و دیار ما وایران شده بلکه صدمه و از هان مردم هم رس رسیده امروز مشکلاتی را که ما داریم هدم حاگوی از قوانین بیسوادی این مشکلات همه باعث میشه که ارقدر که وزارت امور زنان یا نهادایی که هستند در قسمت مدافع زنان اینا کار میکنن اما بازم یعنی خدماتی که ارزم میشه به او اندازی که نیازمندی هسته مسئولیت نداره خب، اما نظر به کمک هایی که صورت گرفته بون ابراهیم هم اشاره کردن واقعا میشد کار بهتر از اینا انجام بتیم واقعا چرا کاری صورت نگرفت بالاتر از این ممکن بود که آگاهی داده شود بر مردم و حداقل خشونت کاهش پیدا کنه خب این قسمه که جناب وکیل صاحب فرمودن در طول 14 سال واقعا در قسمت ها یا ما و همچنان به نام حقوق زن پول های بسیار زیاد وارد افغانستان شد اما او قسمی که کار صورت می گرفت او قسم کار صورت نگرفت مگر باز هم وزارت امور زنان در قسمت حذی که ما بتانیم خشونت اکایش ها بتیم با بسیار جدیت این مسائل ها ما پیگیری کنیم کار میکنیم در خصوص در قسمت تکمیل پلیسی من خشونت و همچنان قانون من خشونت که جناب وکیل صاحب اینا هم آگاهی دارند در این قسمت که در اگر یک سلسله مشکلاتی در قسمت وجود داشت اما باز هم هم در مرکز و هم در سطح سی شار ولایت که از این قسمت ما بسیار زیاد دادخواهی کردیم این تدبیق میشه در قسمت, در قسمت. شما به نظر شما این کمپاین 16 روزه هم مثل گذشته به شکل پروژه‌ای خواهد بود یا آیا واقعا بعد از این کارهای موثر صورت خواهد گرفت ببینید ما به هیچ صورت نقد نمیکنم زحمات کسانی را که میان در عرصه‌های مختلف حداقل یک گام را میوردارن و گام برداشتن خودش یک نوع نیت برای خدمت است و افغانستان نیازمند ذره ذره گام‌ها هستند یعنی یو کشور جنگ زده ده سو یو کشور مملو از مشکلات است یو کشور در حال جنگ است یو کشور در حال فعلا درمی حکومت فعلی در حال بحران قرار داره ما نقد ما به صورت انفرادی یا مؤسسه‌ای یا پروژه‌ای به کوم گروپ یا شخص یا افراد دیست نقد ما در برنامه عدم موجودیت برنامه و پالیسی درست حکومت است اومو قسمه کوم سق سقب گفتن ک در ام بحث بددیکای مختلف عدم رسیدگی در مقابل کمکای کی که در بایل 13 سال صورت گرفته شده مبرشان هم نظر سم ک خب چونnje بس کاملا به ارتباط وضعیت زنان است ما به دیگر موضوعات یا بخشای دیګی حکومت نمیپردازیم ما <تصفح> کشور استیم ک در فساد در دنیا اول شویم یعنی ما به وبسا مانه قسم کوم برم و قسم کوم که تنوع او محوریت بحث خوده درمو بحثه داشته باشم که شما سوال کردین به دی دلیل ما می خوایم وګیم که در کل در حکومت مشکلات کې وجود داشته داشته با سمدارېس کې در 13 سال ما نمیتوانیم ببینین کشورای را که ما تجربه شه داریم که در بین 30 سال با کجا رسیدن درست است که ما از بحث نمې جامې سم که جنگ داریم از جامعه بیسواد فقیر جنگ محتاج به کمکای دنیاستیم اما نیت وطن دوستی هم مهمه اسکه ما داشته باشم که متاسفانه نداره هم انگیزه در افغانستان کاملا از بین رفته کمکای کی که به آدرس زن افغان در افغانستان آمد مثل که پروژای پروژه پروموت چند قبل مو اس کای بودیم که انتقاد کردیم تو یی که پس بر ما مثلا مو واضاحت دوده شود گرچه شاید توقدر قانوني كونندم نه بوده باشه مثلا چره حکومت نمیایه خودش برنامريزي نميكنه او برنامه از ادرس خود حکومت به مؤسسات او همثال از اون و داده نمشه یعنی ما توانايي امیر پیدا نکردیم که به ماليه خود ما به وزارت ماليه خود ما اعتبار ايجاد شه او با پول بيي از ادرس حکومت توزي او تقسيم شوه چونکه ما مشكلات مشكلات حکومتداري را داشته با اين vaziyat چطور میتون خوشبین بود به فعالیت های نهاد های مدافع حقوق زنان ببینه. در افغانستان خب اگر ما اینا رو نداشته باشیم بدیلش با چی است چطور میشه اگر که اگر اینا تغییر داد و اجازه اعتماد ما اعتماد جهان حکومت آن چه که مهم بود در طی 13 سال نشد ما شما روار بر شما کوتاه میگم این بود که حکومت باید برنامه می نوابیت حکومت اته خارجی ها اشتباه خود پای بردان که ما غلط کردیم په انمي طریقي کوور دم پوله ده خدمت مردم دادیم و بر مؤسسات گفتیم شما هر کاري که کړئ نمور انجام بدئد اته دنیای کې پول داده مردم کې پول داده خپله شان آل اشتباه خود پای بردان که ما غلط کردیم ولی حکومت ما انمي ظرفیت انمي توانایي نه داشت که بیاي انمي مقدار پوله بگیره و بعد با یک برنامه تقسیم کنه این 13 سال گذشت بو تمام اونمو چالشای کې داشت مبازم تایید میکنم که ما خدمت و کار هیچ یک از دوستو همکارو او عزیزای خدای کومدان درې جمه زحمت کشیدن او یګومره به عنوان خدمت پر نوم زن برداشتن ما اونور نوديته گرفتنه نمیتونم او ای حقم برخه نمیتم کو اونور حتی نقد کوم ولی نقد ما به صورت عمومي است په صورت عمومي دا کوم نه باید هرڅه په با قسمه پروژه تعریف medadim می بعد میمادي امروزه سل ما پروژه پروسه نه دی اگر پروسه مې بود دربین 13 سل نتیجه medad اما په دلیل ځکه پروژه ایست مقته ایست په اساس همو پروژه کې مې ایجاد меشه پروپوزل کې جوړه меشه تطبیق меشه ما نتیجه نه میگیرم پس راهکار چی است در در کشور جنگ زدې مثلا افغانستان در کشور سنتی مثلا افغانستان کې ځم از فضاې خونواده تعریف د چیزس جنسیتوم وا تعریف جنسیتي بارزان احترام از بود دیدګای جنسیتي میشه د جامعه افغانستان ناز نا بود جایګای که اتمو آنچه که اسلام هم گفته اگر برش توجه می شد و آگاهی دینی مادست بلند قرار می داشت امروز اسلام هم بر زن بسیار حقوق را قائل شده که ده هیچ دنیای دیگه شاید حقوق قائل نباشه اما متاسفانه آنچه که ما نمی تانیم از او استفاده کنیم آدم آگاهی است ما تعلیمات دینی بسیار ضعیف داریم چی باید ما بکنیم که خشونت پایین بیاریم و امثال از شما سوال کردین توسط نهادهای مدافع حقوق زنان حل شده و آگاهی داده شده به خاطر برطرف شدن این مشکل خب من فکر می کنم نقد به مسورت لازمیش صورت گرفت آنچه که باید میشد نشده اما آنچه که شده باید تقدیر شوه آنچه که نشده باید بشوه خب اینا چیزایی است که در یک حکومتداری داری سالم در یک فضای امنیت می توانن به رسیدگی صورت بگیره آنچه که مهم است چی است ایست که ما اشتباهات گذشته خود یادداشت داشته باشیم بهش اش اعتراف کنیم باید بر رسیدگی به مشکلات اولویت بندی داشته باشه بعد مطابقم اولویت بندی او چیزی که موادار مال ده دسترس ما فکر میکنیم بسیار فقیر عام شدیم مطابق ازو باید ما با برنامه بسازیم و با در نظر داشت همکاری با وزارت مربوطه و حکومت نهادهای جامعه مدنی فعالین حقوق زن پارلمان و امثال زونو ما کارای را باید انجام بده چیز که بسیار مهم است ایست که عدم او ما از آن چکه نداریم او آگاہی دینی موږ نه دریم اگر ما منابع مساجد و عالمای دینه در راستای تبلیغات و آگاہی دی د اټ دیقل در روزای جمعه از ادرس وزارت از ادرس حکومت از ادرس نهادوی کی مؤسسه سن و مؤسسات کی پل میگیرن په ارتباطه فعالیتای کاری خود ino ما اگر بهې طریق کار کړو در جامعه سنتی مسله افغانستان و جامعه بیسواد زن وقته که صداي تبلیغات دینی را از منبر مسجد در خانهش در روز جمعه هم یک تاثیر چند فیصدی میداشه باشه چون که ما یک جامعه سنتی سیم و بیشتر از اینکه ما دست تبلیغات دیگه را داشته باشیم شاید یک ساعت از تبلیغات نماز جمعه در از آن و آمه با مو چیزی که واقعا اسلام گفتن نسوی استفاده از آن چی که در اسلام ذکر شده سپاس گزارم. ما مطمئن استم که یک فیصد تغییرات در زندگی میایم سپاس بانو ساقب واقعا وضعیتی که فعلا جریان داره میشه که از طریقه دیگری استفاده کنه نهادها و ارگانهای مربوطه که وضعیت زنان افغانستان با مسائلی که بانو ابراهیم یاد کردن که کمبود بودجه و غیره تغییر مثبت ایجاد شوه البته زمانی تغییر مثبت در یک جامعه ایجاد خواد شد که تمام مردم جامعه در کل جامعه به این باور برسند که زمانی که در مورد مسائل زنان صحبت میشه و بحث میشه این امتیاز نیست این ضرورت جامعه است بحث کردن از زنان ضرورت و نیاز جامعه است یکی از شاخصه های توسعه در قرن حاضر مسائل زنان هست وضعیت زنان در یک کشور هست اما متاسفانه افغانستان همچنان که جزء کشورهای جهان سوم هست از پایین ترین رده ها در مورد مسائل زنان نیست چون این وضعیتی را داره در کنار از اینکه ما قبلا هم برای شما برشمردم که ما, برش ما دستاوردهای های خوبی نسبت به گذشته داشتیم اما به دلیل که ما بخوایم یک تغییر مثبت در مورد زنان داشته باشیم نیازمند هماهنگی و همکاری دولت و نهادهای جامعه نهادهای مدنی و همچنان مردم افغانستان در در همکاری و هماهنگی با هم برای از بین بردن خشونت بر علیه زنان نیاز داریم به این معنا که در قدم اول آن چیزی که ضرورت و اشد ضرورت در جامعه افغانستان هست که به نوعی مستقیما ارتباط میگیره به مسائل خشونت بر علیه زنان مسئله سواد هست من موافق به این مسئله اصلا نیستم که ما برابر فیصدی برابر مردان, زن مردان و زنان بی سواد داریم ما 95 درصد زنان جامعه ما بی سواد هستند در صورتی که مردان هم بیسواد سواد هستند اما به این پیمانه بحث سواد بزرگترین مشکل گشای خواهد بود که در تمامی جامعه باید به صورت جدی مد نظر گرفته شود یک مسئله مسئله دیگه بحث حمایت های قانونی از زنان باید باشه وقتی ما به خدمت شما عرض میکنم که تفکر زنکشی و یا به تعبیر مرد سالارانه در در جامعه وجود داره نمونه شما میتونیم در پارلمان خود ما ببینیم که سوء استفاده از تعابیر دینی باعث شد که ما نتانیم قانون من خشونت را تصویب بکنیم و از پارلمان بگذرانیم واقعا اگر این قانون تصویب شود مشکلات زنان حل خواهد شد؟ حمایت ها و پشتوانه های قانونی یک بعد یک بود قضیه است که ضرورت و نیاز است و شد ضرورت است که زنان من حیث شهروندان یک مملکت حمایت های قانونی خود داشته باشند به با این دلیل قانون من خشونت به صورت جدا تصویب شده چون زنان بیشترین ضربه را در, در طول سالهای گذشته مخصوصا در های جنگ دیدن و به این دلیل این یک امتیاز مثبت نه که عدالت جبرانی هست به تعبیر یکی از دوستا عدالت جبرانی است که در مورد زنان در نظر گرفته میشه اما بحث تطبیق قانون بحث دیگه ای هست که ما برای تطبیق قانون هم نیازمند ازی هستیم که دولت افغانستان یک اراده سیاسی برای محقشونت داشته باشه نه کارهای نمایشی که ما مثلا روز 25 نوامبر یا روز 8 مارچ یا روزهای دیگر را تجلیل بکنیم بس به تجلیل کردن ها گرچه خوب است بد نیست اما بس نباید به تجلیل کردن ها خلاصه شود ما نیازمندی های ضروری زیاد دیگه ای داریم که روی مسائل زنان باید تحقیق صورت بگیره بررسی صورت بگیره و اصلا مسائل زنان صورت مسئله شد متاسفانه در جامعه مثل افغانستان ما همیشه واکنشی عمل کردیم بحث قضیه فرخونده صورت میگیره ما واکنشی عمل میکنیم بحث قضیه رخشانه صورت میگیره ما واکنشی عمل میکنیم دولت افغانستان من یک دولتی که مکلف است و مشکلات شهروندان خود رسیدگی بکنه به هیچ عنوان روی مسائل زنان به صورت جدی نگاه نمیکنه شما به این دولت افغانستان برای ما آمار بده که چقدر تانسته از سال از دوره دو دوره گذشته ریاست جمهوری گذشته تا حالا چقدر تانسته فیصدی زنها را در بست های بلند حکومتی بالا ببره این نشان از تعهد حکومت افغانستان خود بود که خودش متاسفانه طبق آماری که ما داریم هنوز در پایین ترین رده ها قرار داره سپاس گذارم. بانی از آن پرست آمار و ارقام خوشونت علیه زنان امسال چگونه است نسبت به پارسال کاهش داشته و یا افزایش و موضوع دیگر این که برنامه هایی که روی دست دارین برای زنانی که در مناطق دوردست افغانستان زندگی میکنن واقعا چقدر موثر خواهد بود و های نتیجه خواهد داشت به اساس لست راجستر که البته قضايا با سیوچار ولایت و همچنان به مرکز شهر کابل به وزارت امور و زنان رجعت کرده تقریبا نسبت به سال گذشته البته قضای خشونت افزایش یافته و همچنان در قسمت کیرا ما وزارت امور و همچنان ارگان عدلی و قضایی پیگیری میکنیم در قسمت قضایا و در قسمت کار گفتیم در اولسوالی ها و همچنان در قسمت توانمندسازی خانم ما قسمی که پیشتر خواهر ما همچنان در مورد پروژه پرمود گفتن که پروژه پرمود تقریبا از مای سور همسال افتتاح شد که هم در مرکز و همچنان در چهار ولایت عملا جریان داره که این پروژه در قسمت مدیریت و رهبریت و همچنان توانمندسازی خانما مسئولیت خاص خود داره که تقریبا این پروژه شامل از افتاد پنج هزار خانم می باشه که در طی پنج سال اینا آموزش می بینن که میتونیم که ما مدیران خوب در آینده داشته باشیم. از کدام مناطق هستن؟ مناطق مرکزی هستن و یا از مناطق دور دست هستم تعداد <applause> افراد پنج جزار خانم البته هم از مراکز هستند و همچنان از قرا و قصبات هستند که اینا همه مدت سه ماه را آموزش می‌بینند که بعد از سه ماه در بخش مدیریت و رهبریت کارهای عملی هم داشته باشند زمانی که اینا را پیدا می‌کنند، البته به ادارات دولتی صاحب یک تصدیقنامه یا سرتفیکتی که او معادل تجربی کاری یک ساله می باشد که در قسمت ارتقای ظرفیتشان و همچنان شامل شدن شان در ادارات مسئولیت خاص داره. و همچنان برنامه دیگه که از بخش همی پرموت است و پروژه ارتقای ظرفیت است در بخش برنامه های و همچنان انکشاف مهارت ها که در قسمت ارتقای ظرفیت و همچنان توانمندسازی اقتصادی خانما کمک میکنه هم در قرار و قصبات است و هم در مرکز سپاس یک موضوع دیگری که بانو ابراهیمی به با اشاره داشتن نقش علما بود به خاطر روشن ساختن از و آگاهی دهی چقدر وزارت امور زنان با وزارت حج و اوقاف هماهنگی داره و در این عرصه کار کردند؟ قسمی که ما قبلا اظهار کردم در مورد کمیسیون من خشونت کمیسیون من خشونت البته تنها وزارت امور بالایی کار نمیکنه از تمام ارگان و قضایی به خصوص وزارت ارشاد و او اوقاف داخل از دای برنامه که ما اواخر تفاهم نامی را داشتیم با وزارت محترم ارشاد و اوقاف که در قسمت تبلیغات در مساجد و منابر اونا امرای ما در قسمت ما خشونت و همچنان تبلیغات و هاگایی آمه از نظر شریعت اسلامی اونا ما متحد کردن و وعده گذاشتن و دمی تفاهم ما به رسید که هم در مرکز هم در ولایت اونا شریک هستن و همکار هستن امرای تا به حال اقدام صورت گرفته بود در گذشته ها روی این مورد به خصوص یعنی از طریق مساجد اعلام شب دیشب بر مردم از بعد به دستیس وزارت امور زنان همیشه وزارت امور زنان آموزنگی داشت. البته با وزارت ارشاد اوقاف که برنامهای خود ما از زنان شریک ساختیم و در تبلیغاتشان که در روزهای جمعه در خدای البته روزهای جمعه و همچنین دیگه کنفرانس‌هایی هایی که ما داشتیم با ولایم این برنامه امروزشان شریک ساخته شده و اونا امروز ما هم کار هستن و مسئولیت خاص خود داشت. سپاس گذارم. بانو ابراهیمی یکی از مواردی که اخیرا گزارش ها به نشر رسیده از ده زن فقط سه زن به سیستم قضایی افغانستان اعتماد دارند به نظر شما با این وجود چقدر اونا میتونن بیاین به سیستم قضایی و به ارگان های مربوطه مراجعه کنند در صورتی که اعتماد نداشته باشند واقعا اونا از این کار منصرف نخواهند شد؟ اینجا دو دلیل است اورانی که ما فراموش نکړم ما د یوې کشور استم چې بشتر از 75% نفوذ ما بیسواده واست. واختې کومهقدر نفوذ در ټول کشور بیسواد شوم یو چیز وایيست چې په زو میته نه په فیصدي مختلف تقسیم شوی بین زن او مرد. اما انچې کوم مهم است چې ا اعتماد مردم به ارګانای ديو قضایي یو مسله دووم در کشور سنتی مسله افغانستان کې از روز تولد تا بزرگ شدن و تا دم مرگ د ذهن زو بر ځم تعریف دهل شوی ده چې رفتن زن به محکمه یک جرم است رفتن زن به محکمه یک عیب است رفتن زن به محکمه عیصت خنوادر از بېد میبره رفتن جرم زن بر محکمه او غر عزت خانواده را زیر سوال میبره اگر محکمه رفتي بازګه زن من نيست پس خانه اومدان هم میتوني و هم سال از اينو اينو چيزه است كه د زندگي روزمره ما روزونه تكرار ميشه و اي تبديل شده په قسم يک عادت او په قسم يک خوبره هر زن افغان البته واختي كه ما ميگم هر زن مې كه در پرمانه هستم نيستم مګا تبيس اوسکه فقط هم گاو دوختن لباس رشتن و نان پختنه وځي فاو حق خود ميدانه بس ما بالاي وو زر است به د دلیل ما قرار وکړي باید وکړو چیست او یوک دلیل دی که موږ قسمه کوښو به وښیم در هر 10 زن 3 زن به محکمه مراجعه میکنه دلیل دغه شیست که بيسياري مسایل چالش برانگیز او جنجالي که در خونوادوي جوړ میشن قبل از کی به محکمه او به نوادای عدلی او قضایی مراجعه شوه کوشش میشه که از طریق مو کلون قوم و بزرګ کوچا و بزرګ حوځا و بزرګ بلاک خواسته شوه او حل شوه کي هم تبدیل شده تقریبا متاسفانه به یک فرهنگ که قبل از اینکه ما مراجعه کنیم یا ثبت کنیم میگه خوب می کوشش شوه که بین فامیلا حل شون یا بین قومی حل شون یا دو قوم هم میاریم با هم میشونیم تا یکی مسائل حل شوه اینا چیزای روزمرگی و واقعی زندگی زن افغان است و زندگی طبیعی ماست برای اینکه ما چطور بتانیم که از آن آمار آماده ازی بسازیم که اینا به محاکم و به نهادهای ادلی و قضایی مراجعه کنن یکی از دلایلی که امروز ما ادعا داریم که خشونت بلند رفته شاید آمار خشونت بلند رفته باشه نه به با او حد که گفته میشه ولی سطح آگاهی بلند رفته شده که مردم مراجعه میکنه به ارگانهای ادلی و قضایی و این ثبت راجستر میشه ای باز در آمار ارقام محاسبه میشه و حساب میشه آنچه که باید شوه که تایی که ای دیدگاه ها را ما بهش مبارزه کنیم که اگرای بسیار دور و درازی را ما پیشوری داریم که ده ها سال پیشوری میگیره تمام مبارزات و زمانگیر است خصوصا در عرصه زاند یک چیز واضح است که زمان به نهایت زیاد نیاز از بر تغیرات در هر عرصه خصوصا هرسه طنا... عدلی و قضایی که اگر ما هم سوال شما را ختم کنیم ایست که یکی از مسائل بسیار اومده که ما میتونیم کیج تغیر بیریم حضور یک زن ایدای مادر تای 5 سال بوده که در تای با یک تیم کار کردیم حضور یک زن در کرسی تصمیم گیرنده یا در نو کرسی استرا محکمه که یک زن باید حضور داشته باشه من متاسف هستم که زنی که معرفی شد نتونست از شورا رای بگیره این بسیار مهم است که در تصمیم گیری های بسیار کلان و بزرگ یک قوه صدای یک زن در بین اون نو کرسی تصمیم گیرنده حضور داشته باشه و دوم بحث که در پایین در رده های پایین جامعه تاثیرگذار گذار است این که باید ارگان های عدلی و قضایی هم فضای اعتماد ایجاد کنند که در این ایجاد, ایجاد اعتماد ام حضور زن در کرسی های پایینه که زن با او مواجه میشه و باید فریاد اولی خود انتقال بده که مثلا پلیس هم اگر زن باشه بهتر خواد بود اگر ارقام پلیس در زن در پلیس بلند برده شود تا که وقت خانم می مراجعه میکنه حتی قلم کسی کور دستگیر میکنه و یک زن میباشه میتونه مسئولیت بیشتر احساس کنه نسبت به یک مرد بعدش به ارگان عدلی و قضایی ماحول یا محیط نزدیک خود وقت که میره اونجا اگر زن باشه یعنی بحث ما در اینجا برمیگرده به اینکه ما ارقام و آمار حضور زنان در نهادهای مختلف باید بلند ببریم سباز. تا تا اینکه اونا تصویر خود بهترتر بعد اون که مهم است فرهنگ مکافات و مجازات فعلا چیزی که ما نداریم مکافات و مجازات نداریم ما زان وخت ک میبیني که امسويي کې رفس شکایت کرد او شخص رکه شکایت کرده بود يک هفته بعدش با رشوت او و امو رابطه هاي سياسي و ارتباطاتي که داشته هفتي بعد و شخص آزاد در کوچه ميبينه خانم پهلويي ازو جرأت زیر نميكنه كه داور بعد به محكمه بره او شکایت کنه به دليل زي كه ما مافيات مجازات حاصل كرديم و ما باید با مافيات او سل کارتانو مافیاتہ مجازات باید مبارزه شوه و ino boys azin mesha ke etmad tarafa jalb kana kho albata awamel mutadid dora ke bayad bayish rasidagi bshwa wal agar ba in masail awaliya رسیدگی صورت بگیره و فضای اعتماد ایجاد شود باید نیست که ادقل اگر در اطراف کس مراجعه نمیکنه در شهر ادقل باید مراجعه کنن که ما همی آمار شاید از شهر گرفته باشیم یکی از مواردی و... که قابل بحث است امین قانون خشونت علیه زنان است که تقریبا شش سال از امو قانون گذشته اما پارلمان تصویب نکرده به نظر شما چرا تصویب نمیشه؟ و آیا خوشبین هستین به تصویب از این قانون؟ خب این خو یک سوال است که طبیعی که هر یک از زنان و مردان که باورمند به با حضور زن دارن و باور دارن به با واژه برابری و تساوات طرفدار تصویب قانون من خوشنط هستند. یعنی اما آن که پارلمان تصویب خواهد کرد اما ما میخوایم دمی مورد به شما بگیم آن چی که مهم است قدرت نافذی از قانون است این قانون به اساس فرمان رئیس جمهور قدرت نافذه دارد و این نافذ است و این قدرت مریال اجرایی را داره میتونه از مادای از این قانون مثلا ما نمونه بسیار خوب تطبیق از این قانون در ولایت ایراد داریم که در هرات قاضی های مخصوصا قاضی صاحب های زن و مردم طبیعی است که اونجا کار شده که ما یک آمار را داشتیم که در اثر تطبیق قانون من خشونت در ولایت اهرات و بسیار قضایه مشکل رسیدگی صورت کرده بدلی اینکه قانون تطبیق شده آنچه که مهم است چیست شما توقع نداشته باشین از پارلمان که امروز شما شاهدش هستین میبینین که اکثریت از اینا کی هاستن چی هاستن شما توقع داشته باشین که فردا ذهن از اینا آماده تصویب از این قانون باشه بلکه ما به با چی باید کار کنیم به فرهنگ که تطبیق از این قانون ما آنقدر آم بسازیم که حتی ما در تای ده سال اگر کار کنیم و خانه به خانه مردم افغانستان ای قانون تطبیق کنیم و معرفی کنیم روز فرا برسه کمی کسانی که فریاد میکردن که تسویب نشوه خودشان نمونه مثال داشته باشند و بیاین استادشان بر لابیگری از ای قانون که بگن که والا ما این قانون تطبیق در خانه به خانه مردم افغانستان دیدیم که چقدر مسئولیت داشته و ای باید تسویب شود ما توقع داشته باشیم از پارلمان که ما امروزه داریم با او تش... تشکیلات کې مبینن 249 ځهن است نه 4 اسب او 3 دیدگا او 3 ګروپ بلکې 249 ځهن است او تسمیم গ্রেফতারن از 249 ځنه متوقعنه شو شم کې درته 5 سال میتونیم که مایه تسوی بشه بگیرم ولی اون چې کومه مې از در قانون مانه خوشونت بر تلاش بر تطبیق زی کې د ری حکومت دولت، ټولنیز مدني او کشورای تنویل کووناندی کمه یې باید بر تطبیق یزي ما کار کنیم و ایر تبدیل کنیم به یک فرهنگ که امونایی که برخلاف از, از قانون هستند صدا کنند که مطابق ماده 20 زی ماده 12 ازی از چون قضیه حل شده و ما ایر میتونیم مثال بتیم و بر مبنای از اون مثال این فرهنگ سازی شود و ازان از آن آن قدر زرد گذارم. شود تا اینکه که بر تصویب ازی اصلا بر لابیگری دیگر نیاز نباشه و خودش به صورت طبیعی رای بگیره سپاس گذارم ساقب عوامل و ریشه های خشونت گذشته از بیسوادی و مسئله سنتی بودن جامعه چی هست و چه اقدامات بعد از این صورت خواهد گرفت به خاطر ریشه کن ساختن از ای عوامل آیا واقعا برنامه های موثر روی دست است گذشته از برنامه های قبلی البته عوامل خشونت بر علیه زنان مهمترین بحث هایش را که شما برشمردین که خشونت بیسوادی و همچنان بحث سنتی بودن جامعه هست بحث های دیگه مثل عدم تطبیق قانون روحی مرد سالارانه ای که در تمام جامعه موجود هست باعث میشه که بزن ها به دیده بحث های ما حتی بحث ای رو مطرح بکنیم که جنس دو یا جنس سه یا چی اما به دیده فرادست و فرودست نگاه میکنیم یعنی همیشه در ذهن حتی خود زنها مسائل زنان جزء اولویت ها نبوده و همیشه در حاشیه بوده ما بسیار خوشحال می شدم شما این سوال را از یک مرجع حکومتی می کردیم که شما چه برنامه هایی رو روی دست دارین برای برای محو خب، مشخصا از, از نهاد شما سازمان شما و امثال شما بعد از این برنامه های روی دست خواهد بود چیزی که با توجه به وضعیت که حالا ما شاهدش هستیم اون چیزی را که ما مشکلی یافتیم در چنین جامعه شما وقتی که ذهن مرد و زن این جامعه را ما تنها برگردم به مردها بیشتر مردها اما مرد و زن جامعه را وقتی ذهنشون را باز بکنین شما همون دیدگاه فرادست بودن مردان و فرودست بودن زنها رو مشاهده میکنین متاسفانه و حتی خود زنها از هنجر خود زنها صدای مردها بلند میشه و به فرودستی خود اینا اعتراف میکنن و قبول هم خوشم هستن به این ای موضوع اما تعدادی که این تعداد, تعداد جزو شامل اکثریت جامعه میشه خبرگزاری زنان افغانستان اون چیزی که از ابتدا روی دست داشته تا اکنون تغییر از حال مردم و همچنان فرهنگ سازی بر مبنی بر برابری زن و مرد هست بسیار مشکل است در چنین جامعه ای که سنت ها و انعنات خود را ترجیح میتن بر دساتیر دینی بر دست دستورهای اسلامی زمانی که خداوند میفرماید اطبال علم من المهد الاله و یا بحث های دیگه که زنان و مردان را در یک کفه ترازو میگذارد اما متاسفانه سنت و انعنه مردم افغانستان آنقدر قوی هست روحیه مرد آنقدر قوی است که نکات مثبت دین را نمی و قرائت افراطی از دین می و باعث میشن زنها عملا بیشتر از نیمی از جامعه در انزوا قرار بگیره و از نیروی تفکر تعهد تخصص از اینها استفاده صورت نگیره که خودش باعث فلج شدن یک جامعه میشه وقتی بیشتر از نیمی از جامعه به صورت سربار و یا باقی بمانه و عملا هیچ نو باز تولیدی و یا تولیدی برای جامعه نداشته باشه یقین که جامعه به قرار میره مهمترین بحث ما بحث فرهنگسازی بر مبنای برابری جنسیتی در جامعه مثل افغانستان است. سپاس گذارم جهان حالا با وضعیت امنیتی که ما دوچارش هستیم و خروج نیروهای خارجی و همچنان کمک کنندایی که از جامعه جهانی در بخش حقوق زنان فعالیت می چقدر وزارت امور زنان آمادگی داره به خاطر برنامه هایی که بعد از خروج این ها میتونه تقویت کنه وضعیت زنان و بهبود بیاره در زندگی زنان آیا واقعا این برنامه ها است و پیش بینی شده قسمی که شما آگاهی دارین در قسمت پلان کوي میلیدا ساله برځنان کې هی پلان تړواد دولت از در قبال زنان افغانستان که این تنها وظیفه وزارت امور زنان است بلکه در شش سکتور ای تقسیم بندی شده که در کار در قسمت توانمندسازی خانم است و همچنان در قسمت مسائل آموزشی و اوقی که به شش سکتور این برنامه تقسیم شده غیر از اینکه خود مؤسسات ملی و بین المللی در قسمت از این گفتند که اینا مثلا مؤسسات دیگه شاید کمک نکنن در قسمت خدمت پروژه خانما ما بیشتر فوکس کردیم سر از که ما باید دیگه بعد از این برنامه ها را تقسیم کنیم مثلا به وزارت خانه فعلا بالای استراتژی من خشونت البته کار است که تقریبا یک قسمتش تکمیل شده که ایره ما با تمام وزارت خانه البته محول ساختیم که کار کدام وزارت چی است در قبال کاش خشونت در قسمت توان منسازی خانما که شامل تمام هدارات دولتی میشه ایجاد امریت های جندر در وزارت, وزارت خانه یکی از گام مفید البته وزارت امور زنان بوده که در این قسمت کار کرده و همچنان ایجاد کمیته جندر در جنب کابینه ای هم مسئولیت خاص خود داشته که از تمام وزارتخانه سکتوری شامل از این برنامه است که در قسمت وضعیت اقتصادی خانم و همچنان در اه تمام اه قسمت ها تغییرات خاصی خود آمد سپاس گذارم بانو ابراهیمی بسار کوتا حکومت افغانستان و نهادهای های زیربت کدام برنامه ها را باید بعد از این تقویت کنند تا وضعیت زندگی زنان بهبود پیدا کنند؟ په بین ان اوچ کوم مهماس دشتن سواد دوه چیز در افغانستان فعلا بر زن افغان نیازمندی مبرم شومریته مشا یک موضوع سواد است کی باید آگاهی داشته باشه و ای سواد بر میګرده بر زن او مرد باید هر دو با سواد بشن وردو آگاه بشن دوم بس اقتصادي است که زنان باید خودشان توانمندی اقتصادی فردی داشته باشند برای ازی کار تنها مهم نیست که یک زن بیاید در دفاتر کار کنه و معاش بگیره طریقه های مختلف است که امروز ما زنی را در کوه های پامیر داریم و در نورستان و کنر داریم که با زحمات دستش میتونن که بهترین آیدات بر زندگی خود بیارن و ما در جامعه فقیر مثل افغانستان ایر بسیار و با وضاحت احساس کردیم که وقتی یک زن توانمندی اقتصادی به مصطحی که خودش آیدات را داره می داشته باشد تفاوت در فضا و ماحول یک خانه بین موزنی که آید نداره دیده میشه به این دلیل چیزی که بسیار مهم است البته عوامل مختلف است از اینکه شما ادعای وقت کم دارین میشه بگیم که برای توانمندی اقتصادیشان برای سوادشان برای عدالت که باید مردها تعریف داشته باشن از زن که زن هم یک جنس برابر است خیلی ممنون این صورت میتونیم که ما آمار شاید یقل پایین بیاریم سپاس گذارم از حضورتان در این بحث و سپاس از شما برینده های محترم که بحث را تا این دم دنبال کردید شب بر همه شما خوش خدا نگهدار.